درود بر شما، عرض و ادب و احترام دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی که هستید. سپاس بیکران از آقای شهرام همایون نازنین و همکاران عزیز در کانال یک که این فرصت رو فراهم کردن که یک هفته دیگه و یک چهارشنبه دیگه بنده خدمت شما عزیزان باشم. یه نکته رو قبلش بگم خدمت شما، منبعد برنامه به صورت زنده از طریق تلویزیون کانال یک پخش خواهد شد و به فاصله یک ساعت تاخیر در یوتیوب هم میتونید شما ملاحظه بفرمایید. دیگه امکانی که بخوام من احتمالاً به سوالات شما به صورت زنده پاسخ بدم فراهم نیست، ولی قطعاً زمانی که لینک در کانال یوتیوب چنل وان قرار گرفت، اگر احتمالا سوالی در زمینه داشتید من قطعا پاسخ خواهم داد. سوالاتتون رو قید بفرمایید، قطعا من مراجعه میکنم و اگر سوالی دیدم قطعا پاسخ خواهم داد. عرضم به حضور شما که این جلسه رو به بنده اختصاص دادم به یک برنامه مهاجرتی وجود داره در کانادا به اسم برنامه مهاجرتی بشر دوستانه یا دل سوزانه، حالا Humanitarian، احتمالا شنیده باشید به اسم Humanitarian Compassionate Grant یا به صورت اختصاصی هم H&C بهش میگن. خب چه کسایی این برنامه رو قبلش بگم خدمت شما، یکی از برنامه مهاجرتی خیلی پیچیده هستش و اگر احتمالا آشنایی داشته باشید هیچ لیست مدارک مورد نیازی هم وجود نداره، به دلیل اینکه حالا عرض می کنم خدمت شما. خب چه کسایی واجد شرایط هستن که اقدام کنن از طریق این برنامه مهاجرتی؟ به صورت خیلی کلی یا و خیلی عمومی عرض کنم خدمت شما، متقاضیانی که واجد شرایط برای هیچ کدام از برنامه مهاجرتی نباشند احتمال داره بتونن اقدام کنن برای این برنامه مهاجرتی. یعنی اگر شما واجد شرایط هیچ برای مهاجرتی نباشید یا اصطلاحاً میگن این ادمیسیبل، حالا این ادمیسیبل ترجمه فارسیش میشه غیر قابل پذیرش باشید برای کانادا، این ادمیسیبل تو کانادا باشید یعنی غیر قابل پذیرش باشید برای کانادا برای هیچ کدوم از برای مهاجرتی، احتمال داره، بازم تاکید میکنم احتمال داره شما بتونید از طریق برنامه Humanitarian Compassion Grant یا بشر دوستانه یا همون H&C اقدام بفرمایید. ولی یه سری به الزامات داره، یه سری کرایتریا داره که شما باید وقتی میخواید تشکیل پرونده بدید اعلام کنید که من میخوام اقدام کنم برای این برنامه مهاجرتی به دلیل اینکه یکی از این پارامترها شامل حال من میشود. این پارامترهای مختلفی داره، حالا سعی میکنم که تا اونجا که امکان داره براتون توضیح بدم و مثال بذارم، شاید مثالا واضح تر باشه. ببینید یکی از مثال هایی هستش که فرض کنید یک پدر مادری دو تا بچه دارن و هر دو تا بچه در کانادا حالا یا اقامت دائم دارن یا سیتیزن کانادا هستن و فرزندانشون و همون بچه ها در واقع ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن و خب مشغول کار هستن، بچه های کوچیک دارن، در واقع اون خانوم و آقا نوه دارن در کانادا و از طرفی سنشون هم در حدی هستش که خیلی سخته براشون تردد داشتن، سفر داشتن و از اون طرف قضیه هم فرزندانشون هم بدن این که مشغول کار هستن نمیتونن خیلی سفر داشته باشن به کشور خودشون و بازم برگردیم به طرف مقابل که میخواد اقدام کنه، اون خانوم و آقا که زن شوهرم باشن هیچ کس رو در کشور خودشون نداشته باشن، وابستگی خیلی زیادی داشته باشن به بچه ها، به نوه هاشون، نوه ها به همین ترتیب وابستگی داشته باشن به پدر بزرگ و مادر بزرگ. خب این خانواده واجد شرایط هست که اقدام کنه برای برنامه Humanitarian Compassionate Grant. البته بازم عرض میکنم خدمت شما، ببینید چون این برنامه لیست مدارک مورد نیاز مشخصی نداره، تا اونجایی که امکان داره باید مستندات آماده بشه، فراهم بشه، اثبات بشه در همین زمینه که من مثال عرض کنم خدمت شما، مستند داشته باشن که
وابستگی شدید بچه ها، و اگر مادر بزرگ پدر بزرگشون نبینن بیمار میشن، یا مثلا اون فرزندان چون تنها پدر مادرشون هستش که خارج از کاناداست و خیلی روحیات مناسبی ندارن، سنشون جوری که نگران هستن تو سر کارشون ممکن اشتباهات انجام بدن. اینا باید مستند بشه، همش باید مستنداتی فراهم بشه که اقدام بشه برای این برنامه مهاجرتی. یه مورد دیگه که بازم همش مثل، من فکر کنم برنامه امروز ما بیشتر مثال باشه، چون عرض میکنم اگه بخوام به موارد قانونی اشاره کنم خب ممکنه شما متوجه نشید که منظور چی هست، ولی با مثال بهتر متوجه میشید. ببینید یه مثال دیگه، یک خانواده مثلا زن و شوهر وارد کانادا شدن، اقامت دائم کانادا رو گرفتن، یکی از طرفین بنا به هر دلیلی اقامتش رو از دست داده، اقامت دائم کانادا شده، هر دلیلی، منظورم مثلا فرض کنید که اون میزان طبق سکشن 28 که باید حتما 730 روز در کانادا اقامت داشته باشه، همسر تا بتون، یعنی یک کس، هر کسی، هیچ فرقی نمی‌کنه، هر شخصی در کانادا که بخواد اقامت دائم داشته باشه و قصد داشته باشه اون اقامت دائمش رو تمدید کنه، طبق سکشن 28 باید حداقل 730 روز حضور فیزیکی در کانادا داشته باشه تا بتونه به اصطلاح تمدید کنه اقامت دائمش رو برای یک دوره 5 ساله دیگه. حالا فرض کنید که این خانوم یا آقا کسب و کارشون خارج از کانادا است، نمیتونستن 730 روز اقامت داشته باشن، همسر و فرزندان ایشون در کانادا حضور داشتن، بودن، اقامتشون رو تمدید کردن، یا حتی ممکنه شهروند شده باشن، سیتیزن شده باشن، ولی طرف مقابل که اغلب هم آقایون هستن نتونسته، یعنی همسر اون خانوم یا پدر اون بچه ها چون بیشتر زمانش رو مجبور بوده خارج از کانادا باشه نتونسته به اصطلاح تمدید کنه اقامتش رو، نتونسته 730 روز اقامت دائم داشته باشه، و باز هم چون زمانی که این یه نفر، یعنی یک زن و شوهر اقامتشون رو از دست میدن به خاطر اون حداقل میزان 730 روز که باید در کانادا حضور داشته باشن نتونستن پر کنن به قول معروف، یکی از آپشنایی که وجود داره این هستش که این اتفاق وقتی که افتاد اون طرف مقابلی که در کانادا هست که خانوم یا آقا باشه، که الان در حالا کالچر خودمون عرض می‌کنم در فرهنگ خود اغلب آقایون حالا کسب و کار دارن، بیزینس دارن، تردد دارن یا خیلی جزئی تردد داشتن، در صورت نتونستن 730 روز پر کنن، خانوم میتونه در وهله اول اسپانسر کنه همسرش رو. این اسپانسرشیپی همسر زمانی که یه شخصی از دست میده اقامت دائم کاناداشو، این اولین آپشنی هستش که و میشه گفت بهترینه. حالا فرض کنید که بنا به هر دلیلی اون خانوم واجد شرایط نباشه که همسرش رو اسپانسر کنه، اون آقا واجد شرایط هست برای اینکه اقدام کنه زیر مجموعه هیومانیتریان کامپشن گرانت. این یه موردی هستش، اما مد نظر داشته باشید اگر در طول پروسه آقا به اقامت دائم کانادا برسه، حالا با یه پرونده مهاجرتی دیگه و یا سیتیزن بشه یا شهروند بشه یا به اقامت دائم کانادا رو بگیره، اون پرونده دیگه توقف پیدا میکنه، پرونده هیومانیتریان کامپشن گرانت بررسیش متوقف بشه و اون هزینه دولتی هم که پرداخت شده بهشون بازگشت داده نمیشود. یه مورد دیگه، یه مثال دیگه عرض کنم خدمت شما، یه سری افراد هستن میگن بهشون اصطلاحاً اینادمیسیبل هستن. اینادمیسیبل تو کانادا به خاطر چی؟ به خاطر به استناد سکشن 34، 35 و 37 قانون مهاجرت کانادا یا اکت، یعنی 34، 35 و 37 اکت که حالا عرض میکنم چی هستن، شخص این ادمیسیبل هستش به کانادا، واجد شرایط نیست. این سکشن 34، 35 و 37 یکی از سکشن های خیلی میشه گفت خطرناکه، کسایی هستن که مرتکب
جرمای سنگین شدن، یعنی خیلی جدی ارتباط داشتن با سازمانهای تروریستی، خیلی جدی تروریست ممکنه باشه طرف، خیلی جدی یعنی کریمینال، سیریس کریمینالیتی داشته باشه، خیلی در واقع اون جرم و جنایت خیلی خطرناک داشته باشه. اگر اثبات شده باشه شخصی به خاطر این سه تا سکشن، یعنی 34، 35 و 37 این ادمیسیبل هست به کانادا و کاملا اثبات شده باشه، به هیچ عنوان این شخص نمیتونه اقدام کنه برای بحث و مقوله هیومانیتریان کامپشن گرانت یا اچنسی. اما اگر احساس شده باشه، مثلا عرض کردم اغلبم تو این پرونده ها مرزبانی کانادا، آژانس خدمات مرزی کانادا وارد قضیه میشه. آژانس خدمات مرزی کانادا این اتهام رو زده به شخصی که شما به استناد این ستا، یکی از این ستا سیکشن 34, 35, 37 این ادمیسیبل هستید به کانادا. اگر این اتهام زده شده باشه و هنوز تصمیم گرفته نشده باشه، هنوز قطعیت پیدا نکرده باشه این قضیه، اون شخص واجد شرایط این پرونده هیومانیتریان کامپشن گرانت هست و میتونه اقدام کنه برای اقامت دائم کانادا زیر مجموعه همین برنامه مهاجرتی. اما اگر اثبات بشه در طول پروسه، طبیعتاً اون پرونده متوقف میشه و اون شخص، یعنی این افرادی که اثبات بشه با این سیکشن 34, 35 و 37 اکت غیر قابل پذیرش هستن به کانادا به خاطر سوابق و روابط خطرناک تروریستی یا ارتباط با باندهایی، حالا باندهای مواد مخدر یا باندهای آدم ربایی یا حالا هیومن ترافیکینگ، حالا استران آدم پرونی، حالا اون موردی که هستش که شما دوستان راحت تر متوجه میشی، اگر اثبات بشه اون متوقف میشه و این افراد از کانادا بلافاصله اخراج میشن، حتی یعنی به نحوی اخراج میشن که دستبند زده در زندان نگهداری میشن، با اولین پرواز هم از کشور کانادا اخراج میشن. ولی اگر اثبات نشده باشه، هنوز تصمیم قطعی نگرفتن شده باشه، این افراد میتونن اقدام کنن. مورد بعدی که اغلب خیلی خیلی استفاده میشه از این بحث humanitarian compassion grant، مال افرادی هستش که در داخل خاک کانادا درخواست پناهندگی دادن و بنا به هر دلیلی درخواست پناهندگیشون رد شده. اگر خاطرتون باشه اون اوائل برنامه ها من یک برنامه را اختصاص داده بودم به پناهندگی در داخل خاک کانادا و چه کسایی میتونن اقدام بکنن و مراحلش به چه ترتیب هستش. در همون برنامه عرض کردم، ولی الان بازم توضیح بدم خدمت شما، کسی که میخواد اقدام کنه برای پناهندگی در داخل خاک کانادا، اون هیئت مهاجرت و پناهندگی که 4 تا میشه گفت بخش داره، یکی از بخشاش به اسم Refugee Protection Division یا بخش حمایت از پناهندگان مسئولیت بررسی پرونده پناهندگی متقاضی رو داره و اگر رد کنه پرونده رو و اون عضو هیئت، حالا یا قاضی یا هر اسمی که میتونه داشته باشه، تشخیص بده که متقاضی پناهندگی کسی نیستش که نیاز به حمایت داشته باشه و به استناد مستندات و مدارک ارائه شده اون شخص نتونسته اثبات کنه که من نیاز حمایت دولت کانادا رو دارم، اون پرونده رد میشه. متقاضی کاری که میتونه انجام بده، 15 روز فرصت داره، 15 روز فرصت داره که درخواست فرجام خواهی بزنه. به کجا؟ به یه بخش دیگه در همون هیئت به اسم Refugee Appeal Division RAD که بخش فرجام خواهی پناهندگی. 15 روز فرصت داره، بررسیاش انجام میشه، حتی میتونه مستندات جدید ارائه بده، البته با شرط و شروط و ضوابط خاصی که داره. حالا من نمیخوام وارد جزئیات اون قضیه بشم چون بحث امروز با چیز دیگری است و اغلب هم بدون استماع دادرسی یا بدون دادگاه، حالا اسمی که هرچی که دوستان راحت تر متوجه میشن، حالا ما اینجا بهش قانونا بهش میگن هیرینگ،
یا دادرسی، استماع دادرسی، ولی حالا میشه گفتش که همون دادگاه، اغلب هم بدون اون جلسه برگزار میشه و تصمیم دوباره عضو هیئت، نه همون قبلی، عضو هیئتی که در اون بخش کار میکنه بررسیش انجام میده و تصمیم نهایی رو میگیره. اگر مجدد متقاضی رد شد، شرط بعدیش چی هست؟ یعنی راه بعدیش چی هست؟ راه بعدیش اینه که ایشون درخواست فرجام خواهی مجدد بدهد، اما برای در واقع فرجام خواهیش میشه فرجام خواهی دوم، اما باید به دادگاه عالی کانادا، فدرال کورت کانادا، درخواست فرجام خواهیش ارائه بشه و اون موقع خب دادگاه هست، واقعا قاضی هست و قاضی با حالا تمام موارد و جوانب میسنجه و تصمیم نهایی رو میگیره. اگر مجدد رد بشه متقاضی، اون موقع میتونه اقدام کنه زیر مجموعه برنامه Humanitarian and Compassionate Grant یا بشر دوستانه یا همون اچنسی. اما شرطی که داره این هستش که از آخرین نتیجه منفی باید 12 ماه دقیقا گذشته باشه. یعنی 12 ماه ایشون نمیتونه کاری انجام بده، باید 12 ماه بگذره. پس من تاکید کردم از آخرین نتیجه منفی که گرفته میشه برای پرونده پناهندگی. حتی متقاضی اگر زمانی که از بخش حمایت از پناهندگان یا همون ریفیوجی پروتکشن دیویژن جواب منفی گرفت، تصمیم گرفت اصلا فرجام خواهی نکنه، اپیل نزنه، به همون ریفیوجی اپیل دیویژن ارسال نکنه پروندش رو، خب یا مثلا فرض کنید که 15 روز گذشت، بنا به هر دلیلی فراموش کرد یا نمیدونست یا هر چیز دیگه، 15 روز چون بیشتر فرصت نیست، 15 روز 16 روز بشه دیگه امکان وجود نداره. از اون تاریخ هم 12 ماه اگر صبر کنه میتونه اقدام کنه برای بحث هیومانیتن یا کامپشن گرد، یا ممکنه فرجام خواهی رو بزنه ریفیوجی اپیل دیویژن یا بخش فرجام خواهی پناهندگی هم بررسی بکنه و باز هم پاسخ منفی باشه و ایشون تصمیم بگیره که ادامه نده و پرونده رو به دادگاه فدرال کانادا نبره. از اون زمان هم بازم 12 ماه باید صبر کنه تا بتونه، تا مجاز باشه، واجد شاهد باشه که اقدام کنه برای بحث اقدام از طریق برنامه بشر دوستانه یا Humanitarian Compassionate Grant یا HNC. یه نکته رو فقط به قول معروف که پرانتز باز کنم این بین، من خدمت شما عرض کنم که افرادی که پاسخ منفی میگیرن در داخل خاک کانادا برای بحث پناهندگی، زمانی که بخوان اقدام کنن برای بحث هیومانیتارین یا کامپشن گرانت، یه پرونده جداگونه باید قبلش تشکیل بدن به اسم PRARA، PRARA، Pre Removal Risk Assessment. این پرونده هم میتونه متقاضی همزمان با پرونده هیومانیتارین کامپشن گرانت ارسال بکنه، هم میتونه جداگونه ارسال بکنه، ولی آنچه مسلمه در ابتدا باید اون پرونده پرا یا پری ریمووال ریسک اسسمنت ارسال بشه و بعد هیومانیتارین کامپشن گرانت، یا همزمان باید، این همزمانی که تاکید میکنم چون باید این دوتا به هم لینک بشن، حتما به هم وصل بشن تا هر جفتش در حالا در یه شرایط مشخصی بررسیاش انجام بشه. پس این نکته رو مد نظر داشته باشید که پری ریموور ریسک اسسمنت حتما الزام هستش که قبل یا همزمان با تشکیل پرونده بشر دوستانه برای دوستانی که پاسخ منفی گرفتن از هیئت حمایت از مهاجرت و هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا، باید این کارو با هم انجام بدن و باید الزام هستش. یه نکته دیگه وجود داره که بعضا درگیرم میشن متقاضیان، بدین معنی که یکی از مدارکی که زمان پناهندگی متقاضیان، زمانی که میخواد اقدام کنه واسه پناهندگی
در جلسه دومی که حضور پیدا میکنه در اداره مهاجرت، در اون دفتری که در اون شهر وجود داره، جلسه اولشون که مشخصا میرن برای انگشت نگاری و ضبط پاسپورت، از جلسه دوم با آفیسر اداره مهاجرت یه جلسه ای دارن، به اصطلاح هم بهش میگن جلسه واجد شرایط بودن یا eligibility hearing بهش میگن. اینم دوباره یه هیرینگ، ولی نه در اون حد هیرینگ اصلی که ایمیگریشن ریفیوجی بورد انجام میده. توی اون جلسه یه مدرکی جلوی متقاضی گذاشته میشه، امضا گرفته میشه که دستور خروج هست. دستور خروج متقاضی همون روزی که جلسه eligibility hearing هست صادر میشه و از متقاضی امضا گرفته میشه و به ایشون عنوان میشه که دوست عزیز، شما اگر رد شد پروندهتون 30 روز فرصت دارید که کانادا رو ترک کنید، یعنی دیپارچر اوردر بهش اصطلاحا میگن، و اگر ترک نکنی این تبدیل میشه و زمان ترک کردن باید حتما به آژانس خدمات ورزی کانادا مستقر در فرودگاه اعلام کنی که من دارم میرم که دیپارچر سرتیفیکیت بدن، چون اگر نری ظرف 30 روز یا به اطلاع آژانس خدمات ورزی نرسیدی مطلع نمیشن شما رفتی و طبیعتا این دیپارچر اوردر یا دستور خروج تبدیل میشه به دستور اخراج یا دیپورتیشن اوردر، و کسی که دیپورتیشن اوردر داشته باشه عملا هیچ زمانی امکانی که بخواد بازگرده به کانادا با هر نوع برنامه مهاجرتی وجود نداره، ولی کسی که دیپارچر اوردر گرفته و زمان خروج هم اعلام کرده و دیپارچر سرتیفیکیت گرفته، وقتی به کشور خودش باز میگره هر زمانی بخواد با هر نوع ویزا دیگه میتونه اقدام کنه و برگرده کانادا. خب این امضا میگیرن و همون روز بهشون میگن که متقاضی عزیز، این دیپارچر اوردر شما امضا کردی ولی الان فعال نیست، تحت 4 شرط هستش که فعال میشه، یا در دادگاه رد بشی که همون عرض کردم ریفیوجی پروتکشن دیویژن پرونده شما رو رد کنه، یا فرجام خواهی بزنی بازم رد بشی که این فرجام خواهی عرض کردم یا در بخش فرجام خواهی هیئت حمایت از پرندگانه یا فدرال کورت کانادا، فرقی نمی کنه، اونم رد بشی، یا خودت بیای داوطلبانه درخواست رو پس بگیری بگی آقا من نمیخوام، میخوام برگردم برای هر دلیلی، و مورد آخری هستش که غیبتون بزنه، پیداتون نکنن، نتونن شما رو پیدا کنن، در جلسه حضور پیدا نکنی. هر کدوم از این 4 تا اتفاق بیفته این دیپارچر اوردر فعال میشه و اون موقع شما از اون روز موظفی 30 روز کشور ترک کنید. خب اینو من توضیح دادم خدمت شما که برسم به این نقطه که متقاضی پناهندگی در اون ریفیوجی پروتکشن دیویژن یا بخش حمایت رد شده، بخش فرجام خواهی رد شده و دادگاه فدرال کانادا هم درخواست رد شده. خب عملا ایشون ظرف 30 روز باید کشور ترک کنه، درسته؟ بعضا اتفاق میفته که چون این ریفیوجی، این به درخواست دیپارچر اوردر مسئول مستقیم پیگیریش آژانس خدمات مرزی کاناداست و یه مأمور اونجا، بعضا پیش میاد که تا پیش از آن که شما بخوای به اون زمان 12 ماه برسید که واجد شرایط باشید اقدام کنید برای پری ریمووال ریسک اسسمنت یا پرا و هیومانیتریان کامپشنت گرانت یا بشر دوستانه، قبل از این 12 ماه یه دفعه اعلام میکنم به شما که شما این دستور دیپارچر اوردرتون فعال شده، موظفی کشور ترک کنید. البته راهکار بازم وجود داره، نمیخوام وارد قضیه بشم، ولی پناهنده ها اگر دستور ریمووالشون یا خروجشون از کانادا دریافت نشه، یعنی پناهنده رد مردود شده دستور خروج رو دریافت نکنه در طول 12 ماه، خب این شانس وجود داره که اقدام کنه برای این برنامه مهاجرتی Humanitarian Compassion Grant. خب اینم لازم بود توضیح بدم به شما که پناهنده ها یه مقدار اگر و اما دارن بابت این قضیه. مورد بعدی که متقاضی میتونه اقدام کنه برای بحث Humanitarian Compassion Grant، از کنم خدمت شما که متقاضی این inadmissible هست یا غیر قابل پذیرش هست برای کارادا، نمیتونه اقدام کنه، واجد شرایط برنامه مهاجرتی دیگه نیست و خب این تنها گزینه است که میتونه براش اقدام کنه.
یکی از اون مواردی که در ادامه مثالایی که عرض کردم خدمت شما، بحث پزشکی هست و مدیکال. این افرادم میتونن اقدام کنن برای بحث بشر دوستانه. خب اینم بازم یه سری اگر و اماها داره. ببینید، یه موقع هستش که متقاضی یک بیماری عجیب غریبی داره، یه بیماری داره که شاید واقعا با مشکل مواجه کنه جامعه کانادا رو. خب اینا متاسفانه نه، ولی همونطور که دوستان اطلاع دارن، تمامی پرونده های مهاجرتی یکی از بخش ها که اغلب در انتها هست انجام آزمایش های پزشکیه. آزمایش پزشکی هم خب به این ترتیبه که اون دفتری که وجود داره در کانادا که وابسته است به اداره مهاجرت کانادا و پزشکان بررسی میکنن جواب انجام آزمایش پزشکی رو که توسط پزشک معتمد دولت کانادا برای این دفتر صادر شده، خب یه سری دستورالعمل ها دارن و ممکنه یه جواب آزمایش پزشکی بیاد که مخالف باشه، مغایر باشه با اون دستورالعمل خودشون و به این دلیل مجبور بشن متقاضی رو رد کنن. این افراد میتونن اقدام کنن برای برنامه Humanitarian Compassionate Grant. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که یه بچه‌ای مشکل، یعنی یه خانواده یه بچه‌ای دارن، فرزندشون اختلال داره، اختلال ذهنی داره یا اختلال جسمی داره که باعث بشه که هزینه بر باشه برای دولت کانادا. آزمایش پزشکی وقتی متقاضی انجام میده، اینو لطفا مد نظر داشته باشید که تحت دو حالت هستش که به صورت کلی یک آزمایش پزشکی منجر میشه به رد شدن یه پرونده مهاجرتی. یکی این که اون بیماری که متقاضی داره یا هر کدوم از اعضای خانواده، متقاضی اصلی منظور نیست، هر کدوم از اعضای خانواده دارن، بیماریش واگیردار باشه. خب مشخصا وقتی وارد جامعه بشه ممکن کل جامعه رو درگیر کنه. مورد بعدی هستش که بیماریش آنقدر مشکل ساز باشه که بتونه هزینه های بسیار زیاده برای دولت کانادا داشته باشه. اون بحث هزینه ها رو عرض کردم خدمت شما، اگر بحث هزینه پیش بیاد، اون موقع متقاضی از طریق برنامه یا متن کامپشن گرند میتونه اقدام کنه برای پرونده، برای اقدام برای مهاجرت به کانادا و گرفتن اقامت دائمی کانادا. یه توضیح انتهای کار من خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد در ارتباط با این قضیه. مورد بعدی، یکی از آپشن ها، یکی از حالا اون آیتما یا الزامات میشه گفت حالا وجود داره برای این برنامه مهاجرتی، بهش اصطلاح میگن best interest of child. یعنی متقاضی، این مثالی که از کنم هیچکون واجه شرایطش نیست ولی این ادمیسیبل شناخته شده برای کانادا، واجه شرایط نیست، باید کشور ترک کنه، ولی به خاطر بچهش میتونه اقدام کنه برای ماندن در کانادا و اخذ اقامت دائم کانادا. حالا یا فرزند ایشون فرزندی هستش که در کانادا قبلا بوده، خب اگر پدر یا مادر از کشور خارج کنن ارتباط خانوادگیشون شکسته میشه و خب ممکنه تا مدت‌ها تا سال‌ها بنا به هر دلیلی نتونه فرزندش رو ببینه، یا متقاضی فرزند به همراهش هست، باید به همراه فرزندش از کشور خارج بشه، باز هم میتونه به استناد این بخش یا کریتریا best interest of child اقدام کنه برای پرونده مهاجرتی Humanitarian Compassion Grant. یه مقداری پرونده مهاجرتی Humanitarian Compassion Grant پیچیده است. من توصیه اکید میکنم به دوستان، اگر خواستید اقدام کنید، تصور نکنید که به تنهایی میتونید این کار انجام بدید. من این اولین باری که همچین چیزی در کسی از من میشنوه. این واقعا پرونده پیچیده، اصلا کار راحتی نیست، بسیار بسیار کار سختیه. حتی واسه خود ماها هم که شاید بشه گفت سابقه داریم راجع به این قضیه و چند پرونده تا الان انجام دادم شخص بنده، واقعا هر پرونده که میاد واقعا من عذاب میگیرم، چون خیلی کار سختیه و باید بسیار بسیار مستعد و آماده کنیم با مطالعه
تمامی موارد قانونی. یه نکته که میخواستم خدمت شما عزیزا عرض کنم، این بحث humanitarian compassion grant رو هم داخل خاک کانادا میشه انجام داد، هم خارج از خاک کانادا. اگر متوازی داخل خاک کانادا باشه، خب طبیعتاً پناهنده ها داخل خاک کانادا هستن، یا داخل خاک کانادا بوده اقدام کرده برای برنامه مهاجرتی رد شد و دیده که نه، واجد شرط هیچ کدوم از دیگه از برای مهاجرتی نیست، اما یکی از این موارد و یکی از این شرایط شامل حالش میشود و میتونه اقدام کنه. اون موقع یک دفتر اداره مهاجرتی هست در شهر ونکوور که باید پرونده ارسال بشه به اون دفتر. هر کجای کانادا متقاضی باشه، دفتر مستقر در شهر ونکوور مسئول بررسی پرونده های humanitarian compassion grant هستش. اگر خارج از خاک کانادا باشه متقاضی، همچنان میتونه اقدام بکنه، اما پرونده باید ارسال بشه به اولین و نزدیکترین سفارت کانادا به محل اقامت متقاضی. پرونده های humanitarian compassion grant یا HNC خارج از کانادا درصد قبولشون خیلی کم هست اغلب، مگر اینکه خب به اون یکی از اون شرایط که شامل حالش میشه بسیار بسیار قوی باشه و بتونه بر اساس اون اقدام بکنه. نکته بعدی که مد نظر لطفا داشته باشید، متقاضی منظور یک نفر نیست، یک خانواده میتونن اقدام کنن برای اقدام زیر مجموعه این برنامه مهاجرتی، و خب طبیعتاً همسر و فرزندان زیر 22 سال میتونن تو این پرونده قرار بگیرن. مشابه تمام پرونده های مهاجرتی، زمانی که پرونده ارسال میشه و دریافت میشه، ارسال نه، لطفا مد نظر داشته باشید، در این برنامه مهاجرتی خصوصا دریافت پرونده توسط اون مرکز، حالا یا اگر داخل خاک کانادا باشه ونکوور، اگر خارج از خاک کانادا باشه سفارت، زمانی که پرونده دریافت میشه توسط این مرکز، سن فرزندان قفل میشه یا لاک میشه. زیر 22 سال باشه، برسه دستش اداره مهاجرت کانادا پرونده، بسیار خوبه، میتونن تو پرونده قرار بگیرن اگر پروسسینگش هر چقدر هم طول بکشه و فرزند از 22 سال خارج بشه، اصلا مهم نیست. عرضم به حضور شما که یه پروسه زمانش هم که صحبت شد بگم خدمت شما، بین یک سال و نیم تا دو سال پروسه طول میکشه و متقاضیانی که در داخل خاک کانادا هستن در طول این مدت باید اقامت قانونی داشته باشن. یه موردی که مثلا خدمت شما عرض کردم، همون ابتدا در ارتباط با پدر بزرگ و مادر بزرگ، مثلا با ویزای توریستی وارد کانادا شدن، اقدام تشکیل پرونده دادن برای همین بحث humanitarian compassion grant، در طول تمام این مدت متقاضی باید در داخل خاک کانادا باشه، نباید از کانادا خارج بشه و اقامتشون باید تمدید بشه هر 6 ماه، چون توریست ها 6 ماه بیشتر اجازه اقامت ندارن مگر اینکه اقامتشون تمدید بشه، هر 6 ماه باید این اقامت تمدید بشه تا جواب اون پرونده برسه به دست دوستان و عزیزان. عرضم به حضور شما که من یه مرور دارم میکنم ببینم که آیا چیزی هست که جا انداخته باشم به خدمت شما عزیزان، که عرضم به حضور شما که بحث مدیکال هم عرض کردم، بحث best interest of child عرض کردم خدمت شما، بحث پناهنده ها رو عرض کردم خدمت شما، بحث دوستانی که قبلا اقامت دائم کانادا رو داشتن و بنا به هر دلیلی اقامتشون از دست دادن چون نتونستن اون میزان حداقل 730 روز اقامت رو داشته باشن، عرض کردم خدمت شما، سکشن 35 34 35 و 37 که serious criminality هست یا جرم خیلی جدی هستم خدمت شما عرض کردم به چه ترتیب هست. یه مورد دیگه هم بگم خدمت شما که
شما یه پرونده Human Term Compassion Grant ارسال کردید پیش از این و در طول پروسه است و هنوز تصمیم گرفته نشده نهایی. اگر یه پرونده جدید ارسال بکنید شما، پرونده جدید شما بررسی نخواهد شد. و یه بحثی هم وجود داره، چون این پرونده ها به اصطلاح پرونده های هستن که هزینه دولتی دارن. این هم لطفا مد نظر داشته باشید که اگر مثلا یه پرونده هیومانیتان در پروسه دارید، شما یه پرونده جدید میفرستید با یه هزینه دولتی جدید، اون پرونده بررسی نمیشه اما هزینهش واسه شما کلا برگشت داده میشه. ولی موارد دیگه هستش که ارزم به حضور شما که ممکنه اون میزان هزینه دولتی به شما برگشت داده نشه، یعنی اگر شروع بشه بررسی پرونده به شما اون هزینه دولتی برگشت داده نمیشه. یه قانونی وجود داره در کانادا، اینم بگم خدمت شما، که هزینه دولتی کلا دو برای پرونده مهاجرتی دو هزینه باید شما پرداخت بفرمایید. هزینه اول هزینه بررسی پرونده است که خب هر پرونده مهاجرتی هزینه خاص خودش رو داره. هزینه دوم هزینه حالا اقامت دائمتون هست. اینو مهاجرتی رو دارم عرض می‌کنم خدمت شما. پرونده موقت، ویزای موقت، توریستی، تحصیلی، کار، خیر. توریستی، تحصیلی، کار یه دونه مبلغ بیشتر نداره، اونم هزینه بررسیه. حالا یا قبول میشه متقاضی یا رد میشه، در صورت یه دونه مبلغ شما پرداخت نمی کنید به عنوان هزینه دولتی. ولی هزینه پرونده مهاجرتی که منجر میشه به اقامت دائم، شما دو هزینه پرداخت میکنید، هزینه بررسی پرونده و هزینه اقامت دائمتون یا اون ویزای اقامت. اگر مثلا Humanitarian Compassion Grant شما پرونده ارسال فرمودید، قبلا هم یه پرونده داشتی تو پروسه بوده، خب این کامل پولش برگشت داده میشه، هم بررسی هم ویزاتون. ولی موردی داشتید که پرونده ارسال شده، پرونده شروع شده به بررسی، ولی خب شما واجد شاهد نبودید، اشتباه کردید، یا بنابرای هر دلیلی اون هزینه بررسی دیگه به شما بازگشت داده نمیشه، ولی هزینه ویزا رو به شما برمیگردونن، چون طبیعتا پرونده رد شده و به شما ویزایی داده نخواهد شد. عرضم به حضور شما که موردی هم که بود پیش از این، پرونده های اقامت دائم زیر مجموعه این برنامه مهاجرتی، ما قبلا با پست ارسال میکردیم، چون خیلی هم عرض کردم پرونده یه مقدار سنگین هست، من اغلب چندین مورد تو کارتون گذاشتم من پرونده رو فرستادم، چون خیلی حجم پرونده زیاد بود، خصوصا مستنداتی که بتونیم آفیسر رو متقاعد کنیم که اون شرایطی که شما اعلام کردید تو قانون متقاضی ما واجد شرایط هست در یکی از این زمین ها. این پرونده تو کارتون ارسال می شد، ولی اخیراً تمام پرونده های مهاجرتی بدون استثنا شده به صورت آنلاین، ولی خب در همون آنلاین هم محدودیت ظرفیت وجود داره برای آپلود کردن مدرک، ولی میتونید تا هر چقدر دوست داشتید شما مدرک رو بهش اضافه کنید و ارسال کنید، دکمه سابمیت رو بزنید و ارسال بفرمایید. عرضم به حضور شما که پس دوستان و عزیزانی که در ارتباط با پناهندگی شما اینجا خیلی مورد داشتیم اخیراً و حالا نه اخیراً، در طول تمام این سالها علل خصوص در 7-8-10 سال گذشته میشه گفت، اینو لطفا مد نظر داشته باشید که اگر ریمووال اوردر دریافت کردید، یعنی اون دیپارچر اوردر شما رسید به جایی که ریمووال اوردر براتون صادر شد و موظفید دیگه کشور رو ترک کنید، دیگه هیچ کار نمیتونید انجام بدید، یعنی اچنسی به هیچ عنوان نمیشه انجام بشه، فقط و فقط تنها گزینه‌تون این هستش که اون ریمووال اوردر رو اپیل بزنید فدرال کورت کانادا، که بعضی هم دیدم من نتایج دادگاه رو اغلب جواب منفی میاد، دادگاه فدرال کانادا قاضی جواب منفی میدن اغلب، نه همیشه، و
اگر خوش شانس، اینجوری بهتون بگم به راحتی، اگر خوش شانس باشید و مردودی رو گرفت، حالا خوش شدن که مردودی گرفته خوش شانس باشید، منظورم اینه که بعد از مردود شدن درخواست پناهندگی شما خوش شانس باشید و آژانس خدمات مردی کانادا یا توجه نکرده باشه یا ازش گذشته باشه یا خیلی بهش توجه ویژه نداشته باشه که حتما بخواد اون دیپارچر اوردر رو تبدیل کنه به ریوال اوردر و شما رو اخراج کنه از کانادا، رسید به سر 12 ماه حتما باید دنبال کنید قضیه رو، لطفا مد نظر داشته باشید. به دلیل اینکه پرونده پری ریموال ریسک اسسمنت پرونده ای هستش که فرم چندین صفحه فرم داره و این فرم هیچ جای وبسایت اداره مهاجرت کانادا نیست و فقط و فقط در اختیار آژانس خدمات مرزی کانادا است و آژانس باید حتما سر 12 ماه ارتباط برقرار کنید با آژانس خدمات مرزی کانادا و اعلام کنید که من اون محدودیت یا بار 12 ماه BAR بار 12 ماه سپری شده و نشسته و اول الان میخوام برای پری ریموال ریسک اسسمنت و هیومانیتن کامپشن گرانت اقدام کنم. بعضا هم پیش میاد متاسفانه اون ریموال اوردر صادر میشه. یه نکته هم بگم خدمت شما، نکته انتهایی هستش که عرض کردم، انتها عرض میکنم خدمت شما، اگر بنا به هر دلیلی ریموال اوردر صادر شد، این با ارائه مستندات، مستندات تاکید میکنم، با ارائه مستندات این امکان برای شما وجود داره که چون به شما اعلام میکنن که شما موظف هستید در یه تاریخ کشور ترک کنید، در واقع به شما تاریخ میگن تا این تاریخ باید کشور ترک کنید، با ارائه مستندات این امکان برای شما وجود داره که این تاریخ رو بندازید برای آینده. هر چقدر بتونید مستندات ارائه بدید، چون سه ماه میشه این کارو کرد، هر چقدر بتونید مستند ارائه بدید که این تاریخ خروجتون بندازید به یک زمانی در آینده و نزدیک کنید خودتون رو به اون 12 ماه، بازم شانس رو دارید که بتونید در کانادا بمونید، اقدام کنید برای پرا و هیومانیتن کامپشن گرفت. بنده عرضم تموم شد، امیدوارم که در هر کجا هستید در صحت سلامت باشید و در زیر سایه حق تعالی ایام به کام باشه و تو هفته آینده بدرود، پاینده ایران.